از آغاز حیات انسان از مرگ میترسد و تا به حال هیچ وقت به طور کاملا دقیق نفهمیده است که بعد از مرگ چه اتفاقی میافتد. دانشمندان به دنبال توضیح علمی برای تمام اتفاقاتی هستند که برای بدن پیش میآید. مرگ به عنوان مرموزترین واقعه در زندگی بشر همچنان باقی مانده است و شاید به همین علت هیچ انسانی نمیتواند به راحتی با آن کنار بیاید. اما اگر بیشتر راجع به آن بدانیم مطمئنا دیدگاه ما تغییر خواهد کرد. در این ویدیو ما واقعیت‌های عجیب درباره مرگ را کمتر کسی می‌داند مطرح می‌کنیم. با ما همراه باشید. هر چیزی که مرموز باشد ترسناک است و این علت ترس همه ما از مرگ است. هنگامی که انسان می‌میرد تمام فعالیت‌هایش قطع و انسان به طور کاملاً خلع سلاح و فلج و بی‌حس می‌شود. اما دانشمندان میگویند که بعد از مرگ قدرت شنوایی ما به این زودی ها از بین نمی رود. بنابراین وقتی انسان میمیرد تا مدت ها همچنان صداها را میشنود و این کاملا یک واقعیت علمی است که همچنان دانشمندان به دنبال دلیل آن هستند. بعد از مرگ آلت تناسلی تقریبا 5 برابر زمانی می شود که انسان زنده بوده است. در واقع بیضه ها به اندازه یک توپ متوسط می شوند. اما این دلیل کاملا علمی است و هیچ ربطی به خیلی از تخیلات ندارد. طبق نظر دانشمندان وقتی انسان میمیرد قسمت‌هایی از بدن که بیشترین میزان باکتری را دارد سریعتر و بیشتر باد می‌کند و از اونجا که بیشترین میزان باکتری در بدن در قسمت تناسلی است این ناحیه از بدن سریع و به شدت باد می‌کند. معلق شدن ناخودآگاه در فضا کمی غیر قابل باور به نظر می‌رسد اما آزمایش‌های علمی روی بدن کاملا آن را ثابت کرده است. از قرار معلوم وقتی انسان میمیرد مغز همچنان تا مدتی به فعالیت ادامه می‌دهد و ناخودآگاه هنوز تا مدتی بعد از مرگ بیدار است. امروزه با وجود پیشرفت تکنولوژی عده خیلی کمی از انسان‌ها را بعد از مرگ توانستن به زندگی برگردانند و به طرز شگفت‌آوری همه اینها اعلام کردن که قادر بودن خودشان را از بالا تماشا کنند. بنابراین پزشکان تصمیم گرفتن یک آزمایش کوچک انجام دهند. آنها عکس بزرگی روی بدن کسی که مرده بود گذاشتند، طوری که طبق ادعای دیگر کسانی که بعد از مرگ زنده شده بودند باید توسط مرده از بالا دیده می‌شد. در نهایت تعجب وقتی آنها این افراد را به زندگی برمیگرداندند، آنها درباره عکسی که روی بدنشون دیده شده بود توضیح دادند. به نظر می‌رسد که دانشمندان همچنان راه طولانی برای کشف دنیای بعد از مرگ دارند. تا به حال شنیدید که آنزیم‌های درون شکم شما حتی از اسید هیدروکلوریک هم قوی‌تر است؟ قسمت جالب ماجرا این است که این آنزیم‌ها بعد از مرگ شما هم قدرتشان را از دست نمی‌دهند. بله، شکم همچنان این آنزیم‌ها را بعد از مرگ ترشح می‌کند که غذای داخل معده شخص را بعد از مرگ را حذف کند. اما وقتی که دیگر هیچ غذایی برای هضم وجود نداشته باشد، این آنزیم‌ها شروع به هضم بدن می‌کنند. بنابراین شکم و بدن مرده اولین شام خودش بعد از مرگش می‌شود.